پوکو F6 یه گوشی دیگه از شیائومی. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ این گوشی به تازگی وارد بازار ایران شد. الان که دارم این ویدیو رو براتون رکورد میکنم موجودیش توی بازار محدوده، شاید باز دوباره شارژ بشه توی بازار. الان قیمتی که چک کردم خیلی قیمتای عجیب و غریب براش زده بودن. حالا به هر حال من بهتون معرفی میکنم، ببینید نسبت به نسل قبلی خودش چجوری بوده و چه تغییراتی داشته، نسبت به رنج قیمتیش هم چجوریه. بریم شروع کنیم. از همون بخش اول طراحی که شروع کنیم، نکات منفی و مثبت زیادی داره این گوشی. نکته منفیش اینه که این گوشی حس گوشی کیفیت پایین رو به شما منتقل میکنه و اصلا انتظار این متریال رو توی اون رنج قیمتی نداریم. البته یه نسخه خاص شده هری پاتر هم داره که اون نسخهش باز طراحیش قابل تعامل تره و خوشگل تره نسبت به معمولیش. اون نسخه خاصش بعد اگه اون نسخه رو دیدین نظرتون رو جلب کنه، اما نسخه معمولیش طراحی و متریال خوش کیفیتی نداره. متریال پلاستیکیه، 179 گرم روی دست خوب میشینه. بیرون زدگی های دوربینش نسبتا معقوله و عادت کردیم به این بیرون زدگی هاش. پشت گوشی چیز خاصی نمیبینیم، طراحیش مات و پلاستیکیه که اثر انگشت رو کم به خودش جذب میکنه. جلو که به گوشی نگاه میکنیم واقعا حاشیه نمایشگرش خوبه و حاشیه نمایشگرش خیلی کمه و راضی کننده است. چنین این گوشی ضد پاشیده شدن گرد و خاک و آب. تو بخش نمایشگر یه نمایشگر 6.6 اینچی امولد داریم که به شدت خوش کیفیته. بین 30 تا 120 هرتز سوئیچ میکنه. پروفایل‌های رنگی زیادی داره. یه دنیایی از تنظیمات توی قسمت پروفایل‌های رنگیش داره که توی 4 حالت شما میتونید دسته‌بندی کنید و اون حالت چهارمش حالت ادوانسه که بازم اون یه سری شخصی سازی‌ها داره که میتونید کلاً رنگ و نورش رو به هم بدید. توی حالت رفرش ریتش هم خیلی خوبه، بین 30 تا 120 و 60 سوئیچ می‌کنه و یا حتی میتونید 60 یا 120 انتخاب کنید که داخل نرم افزارها خیلی خوبه. یه ویژگی هم داره که میتونید انتخاب کنید توی بعضی نرم افزارها چه رفرش ریت خاصی رو ما تجربه کنیم که به شدت خوبه. نمایشگرش خوش کیفیت تا 2400 نیت روشنایی رو پشتیبانی میکنه در حالت پیکش، اما توی حالت دستی از 500 تا 1218 نیت روشناییش میره بالا، اما توی حالت خاص و ویدیوهای HDR که میبینید تا 2400 نیت هم این عدد میرسه. دالبی ویژن رو ساپورت میکنه، HDR 10 پلاس رو پشتیبانی میکنه که یه نمایشگر خیلی خوش کیفیت و با روشنایی بالا. داخل قسمت چیپست اسنپ دراگون 8S نسل 3 رو داریم. یه چیپست به شدت قدرتمند، توی بازی‌ها و محیط رابط کاربری خوبه، حتی توی بازی‌های کال آف و پابجی هم خوبه و عملکرد خوبی از خودش به جا میذاره. زمانایی که فقط یه خورده این چیپست محدود شده، اینجوری نیست که قدرتش بیاد پایین، از یه جایی به بعد قدرتش بالاتر نمیره. مثلا اگه دماش از یه حدی به بالاتر بره اوورهیت میشه. نکته دیگه توی قسمت چیپست نمیمونه. این گوشی 8 گیگابایت و 12 گیگابایت رم داره، 256 گیگ، دو تا نسخه 256 گیگ و 512 گیگابایت با حافظه UFS 4.0 که واقعا سریع عمل میکنه. قسمت دوربین اصلی 5 مگاپیکسل، دوربین فوق عریض 8 مگاپیکسل و دوربین سلفی 20 مگاپیکسل. عکسایی که با دوربین اصلی میگیرین نسبتا عکسای بهتری هستن. رنگ و لعاب خوبی دارن، یه سری از جاها رو به گرمی میزنن، یعنی عکساش یکم زردتر از حالت واقعیه. ولی یه نکته دیگه ای که داره، بهتره سوژه نزدیک بشین که کیفیت خوبی رو ثبت کنین، چون سوژه های نزدیک رو خیلی خوب میاد پردازش میکنه، اما سوژه های دورتر رو یکم مشکل داره توی پردازش اونا و شاید یکم محو بشن توی تصویرتون. عکسای پورتری که میگیرین باید یکم سعی کنین که عکسای خوبی باش بگیرین. یه سری از جاها گیج میزن، یکم حوصله داشته باشین که دستکاری کنین، میبینین که پورترهای تمیزی هم میتونین باهاش بگیرین. توی عکسای اولترا واید افت کیفیت ما میبینین، اما قابل قبولن نسبت به رنج قیمتیش. عکسای سلفیش هم عملکرد متوسطی دارن، رنگ و نورش خیلی خوبه نسبت به گوشی‌های قبلی شیائومی، اما خب بدون ایراد نیستن. توی قسمت فیلمبرداری هم متوسط رو به بالا. برسیم سراغ قسمت باتری. باتری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت با شارژر سریع 90 واتی که توی جعبه هم هست، یکی از نکات مثبتش. یه نکته وجود داره توی قسمت شارژ کردنش. اگه شما حالت معمولی گوشی رو بزنیم به شارژ 50 دقیقه طول میکشه که فول شارژ بشه، که عدد مناسبی نیست. توی قسمت تنظیماتش بگردین توی بخش باتری یه گزینه اسپید آپ داره، اگه اونو فعال کنین 40 دقیقه طول میکشه که فول شارژ بشه. این نکته رو حتما مد نظرتون باشه. شارژ دهیش نسبتا خوبه، یکم مصرف چیپستش بالاتره که خب طبیعیه، چیپستش قدرت پردازشی بالاتری داره و چیپست پرچمدارتریه. رفقا، این بود از کل نکاتی که راجع به این گوشی میتونستم بهتون بگم. شما هم اگه تجربه ای از کار با گوشی های پوکو دارین حتما توی قسمت کامنت ها با بقیه به اشتراک بذارین. به روز و آگاه.